واقعا عقب نشینی نکردیم. به قول یک شعری از میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. بنابراین قرار نیستش که ما سکوت بکنیم، ولی جایی که حقوق جامعه ایرانی باشه نشون هم دادیم که این کار رو میکنیم و بهتر هم هستش. توصیه میکنیم به دوستانی که ادعا میکنند که در سیاست کانادا هستند یک کم از سیاست کانادا یاد بگیرن، یک کم از کانادا یاد بگیرن. بهتون میگم چرا. هفته گذشته در رابطه با 1077 خیابون یانگ و پلازایی که تو میکنن، سه تا توتراک در حقیقت یک نوع باجخوری و زورگیری هست، خدمتتون گفتم. و اینکه پلیس منو نگه داشتش، پلیس کروز 240، من رفتم کلانتری شماره 3 و اونجا 55 دقیقه وایسادم، در حال هی داشتن بازی میکردن و در حال میخواستن شکایت رو نگیرن. من اومدم و یه دونه چیز تو وبلاگم نوشتم، تو اینجام گفتم، براشون فرستادم و مجله لیبرال ریچموند هیل هم اتفاقا نوشتش که یه گزارشش رو بنویس که چاپ میکنیم. خانم کیم زورزور هم سه شنبه یه گزارشی در این رابطه نوشته بود. در حال مسئول بخش اتنیک پلیس یورک همون شب ایمیل کردش که سعید میخوایم ببینیمت. من نوشتم که بابا من حرفمو زدم و در حال من فکر میکردم با من یک شهروند وظیفه‌مو انجام دادم. یک کاری رو فکر کردم پلیس خوب انجام نداده، از قدرت پلیس سوء استفاده کرده. من بهتون گفتم دیگه، اومدم اینجا خودتون میدونید. در حال اصرار کردن، ما روز سه شنبه رفتیم و در حال یک ساعتی ملاقات داشتیم و که به منم گفتن شکایت کنم. گفتم آقا مسئله شکایت نیست، مسئله اینه که یک مشکلی است و این طرز تفکر خوبی نیست. در دنیایی که الان همه دیگه مدیا دارن، همه دوربین دارن، همه جا دوربین هست و بیگ برادرز همه جا دارن نگاه میکنن، دیگه خیلی خنده داره کسی بخواد عکس بندازه از این ور خیابون، پلیس بخواد بیاد اذیت بکنه، جواب نداره. و در حال گفت خود رئیس پلیس، آقای انسان بسیار شریفی هم است، آقای جو کلیف، خودش گفت ایمیل کرده که به اصطلاح ببینید که با سعید صحبت کنید ببینید جریان چیه، چون ما اونجایی که پلیسا کار خوب کردن ازشون حمایت کردیم، اونجایی هم که کار اشتباه کردن ما انتقاد کردیم ازشون. و این کاری که یک شهروند بایستی بکنه، به دلیل اینکه اگر ما اینجاییم، به دلیل اینکه ببینید بسیاری از روشنفکران ما، بسیاری از خود شماها تو ایران، چه زمانش و چه زمان شیخ، وقتی بد رفتاری شد حرف نزدین، سکوت کردین و به همین دلیل هم بسیاری هم خودتون اومدید بیرون، هم هزاران نفر دیگه مجبور شدن به ترک اون کشور. در حال میخوام بگم که فرقش اینه، کسایی که کانادایی تفکر میکنن وقتی از سیستمشون انتقاد میشه میان دیالوگ میکنن، گفتگو میکنن، برای اینکه میخوان عیبو پیدا بکنن، چون میدونن که آقا وقتی رسانه اگر حرف بزنه، اگر درستم حرف بزنه، تاثیرگذاره و به مردم اطلاع رسانی میکنه. و این وظیفه ای ماست. خوشبختانه تا حالا تونستیم این کار رو انجام بدیم. در حال سپاس هم داره از مسئول تلویزیون 10 که این فرصت رو در اختیار ما داده و تا حالا حداقل تونستیم این نظرات رو بالاخره بیان بکنیم و تصحیحاتش رو شما انجام دادیم. بله، این خدمت شما از